ثلاث مهلکات، سه چیز هلاک کننده و نابود کننده انسانه. هر کس میخواهد از هلاکت و نابودی رهایی یابد، مواظب باشد از این سه خطر دوری بجوید و الا بدبخت و بیچاره و نابود می شود. یکی شح مطاع، تنگ نظری که انسان را به اطاعت خود وادارد. از تنگ نظری ها پرهیز کنیم، در زندگی من وسعت نظر داشته باشیم. شح و بخل و تنگ نظری اساس بسیاری از گناهان و تعدی و تجاوزگری ها و حق کشی هاست. مواظب باشیم در زندگی نسبت به همدیگر دچار تنگ نظری نباشیم که باعث هلاکت و بدبختی میشه. و هوا متبع، و هوایی که انسان را به دنبال خود بیکشد، هوای نفسی که انسان را تابع خود کند. هرچه نفس تو اراده کرد آن را باز دار، و هرچه موجب خوشایند نفس توست از اون فاصله بگیر. از خیلی راحتی ها چشم پوشی کن برای راحتی آخرتت، از خیلی خوردنی ها چشم پوشی کن برای انواع خوردنی ها در روز قیامتت، از خیلی لذت ها و شهوت ها چشم فرو بند تا فردای قیامت از اون لذت ها و دل بخواهی ها بهرمند و برخوردار باشی. مبادا در پی برآوردن مراد نفس خود برایی که چیزی جز هلاکت و بدبختی و بیچارگی در پی ندارد. قول حافظ: مراد هر که براری مرید امر تو گشت، خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد. و اعجاب المرء بنفسه. و سومین اسباب هلاکت خود بزرگ بینیست، این که انسان خود را فراتر و بالاتر از هر عیب و نقصی بداند و ظرفیت تحمل انتقاد و اعتراض و انتقاد نداشته باشد. این هم یکی از اسباب هلاکت و بدبختی است. این انسان هر قدر علم داشته باشد عالم مطلق نیست، هر کس هر قدر کمال داشته باشد کمال مطلق فقط و فقط از آن خداوند متعال. و کیست که خطا، کوتاهی، اشتباه، لغزش، جهل و نادانی نداشته باشد؟ به فرموده پیامبر ما علیه الصلاة والسلام: کل بنی آدم خطاؤون، همه فرزندان آدم خطا کنندگانن، همه در معرض خطا و لغزش و اشتباهن. و ایو انت، و در جای دیگر می فرماید: ان تغفر اللهم تغفر جما و ایو عبد لک لا الما، اگر ببخشایی خداوندا همه گناهان را می بخشی. و کدام بنده ایست که آلوده به گناه نباشد؟ بنابراین انسان نباید خود را فراتر و برتر از عیب و نقص و خطا و اشتباه بداند. هر که نسبت به او انتقاد داشته باشد با شرح صدر از آن استقبال کند، و بلکه از او تشکر و قدردانی داشته باشد. فاما من خاف مقام ربه، خداوند متعال انسانها را به دو گروه و دو دسته تقسیم کرده. یک گروه انسانهای طاغی، سرکش، که مطیع امر نفسند، اسیر هوای نفس خود هستند، هر چه نفس امار بخواهد انجام میدهند، از انجام دادن آن کوتاهی و غفلت ندارند، به خصوص اگر شرایط انجام پذیرفتن آن برایشان هموار باشد.
اگر دسترسی آنها به خواسته های نفسانیشان آسان باشد، از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کنند و از هیچ حرکتی خود را باز نمی دارند. اینها بدبخت و بیچارند. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. قرآن میگه هر کس دچار طغیان شد و زندگی زودگذر دنیا را بر آخرت ترجیح داد و به فکر متعه و آرام آسایش دنیا شد فقط، به آسایش دنیا به راحت طلبی اندیشید و از آخرت خود غافل شد، جایگاه او جهنمه. جایی مناسب تر از جهنم برای چنین کسی نیست. ولی گروه دوم، اون انسان‌های عاقل خردمند که قرآن از اونها به عنوان اولوالالباب، صاحبان خرد، تعبیر نموده است، کسانی هستند که از وقوفشان و ایستادنشان در محکمه عدل الهی و در برابر خداوند متعال از اون روز وحشت دارند، از اون روزی که خداوند متعال از همه افعال و اقوال من و شما، از اون روز که پرسن از فعل و قول اولو العزم را تن بلرزد زهول، به جایی که دهشت خورن انبیا تو عذر گناه را چه داری، بیا از اون روز. و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى، اما کسی که از جایگاه خدا و از ایستادن خودش در پیشگاه خدا خوف و بیم و ترس و واهمه داشته باشد و برای اون روز توشه مناسب در نظر بگیرد و سعی و تلاش کند در اون روز شرمسار و خجلت زده و روسیاه نشود، و نه النفس عن الهوى و این نفس اماره را از هوا و هوس باز داشت، نفس خود را کنترل کرد، به فرمان خدا در آورد، به فرمان کتاب خدا و رسول خدا علیه الصلاة و السلام در آورد. او مؤمن واقعی است، او اهل نجاته، او جایگاهش بهشت برینه. فان الجنه هی المأوى، جایگاه او همانا بهشت برین است که خداوند متعال نصیب او میگرداند. نفس گفتن دارای سه مرتبه است. یک نفس مطمئنه، همون نفسی که به فرمان خدا تن میدهد، به قضای خدا رضایت میدهد، هرچه خدا فرمان داده است سمعاً و طاعه پذیرفته، هرچه خدا تقدیر کرده برای او نوشته است، از سختی ها، از مصیبت ها، از محنت های دنیوی و از آزمایش های متعدد و متنوع، باز هم میگه رضاً برضایک، هرچه تو راضی هستی خدایا من به آن راضی هستم و هرچه تو تقدیر کردی برای من در برابر آن تسلیم هستم، از خود نظری و رأیی ابدا نمی کنم، اظهار نمی نمایم. و نفس مطمئنه ای که به وعده های الهی که خداوند متعال به بندگان خوب خودش به نیکوکاران وعده داده است اطمینان دارد، اطمینان کامل دارد، هم طمأنینه، در برابر سختی ها و مصیبت ها جزع و بیتابی نداره، هم طمأنینه در برابر اوامر خدا و تکالیف دینی از خود انتخاب و اختیار و گزینش سلیقه‌ای نداره، و هم طمأنینه و آرامش نسبت به وعده های الهی که خداوند متعال اهل تقوا را وعده داده است. این نفس مطمئنه است که خداوند متعال به او جایگاه والایی وعده داده است.
و او را مورد خطاب قرار میده. ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. طبقه دوم نفسی که لوامه هست، نفس لوامه به نفسی گفته میشه که خود را زیر سوال میبره. هرگاه خطایی، اشتباهی، لغزشی از او سر زد، از عمل کرد خود ابراز ندامت میکنه، نفس خود را زیر سوال میبره، مورد محاسبه قرار میدهد همیشه. و باید همه ما همیشه خود را مورد محاسبه قرار بدهیم. از سخنان حضرت عمر رضی الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. شما نفس های خود را محاسبه کنید قبل از اینکه محاسبه شوید، و اون را بسنجید، اعمال خود را بسنجید قبل از اینکه مورد سنجش قرار بگیرید. خداوند میفرماید: ولتنظر نفس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای بندگان با ایمان، هر نفسی، هر انسانی باید بنگرد، ببیند برای فردای خود چه از پیش فرستاده است. به فرموده امام غزالی رحمه الله، هر صبح که فرا می رسد وظیفه انسان صبح معاهده با خدا عهد و پیمان ببنده. هر صبح که وقت نشاط و شروع فعالیت، انسان بگوید پروردگارا من با تو عهد و پیمان میبندم، امروز از امروز بنده خوب تو باشم، مطیع امر تو باشم، سر به فرمان تو باشم. غروب که فرا میرسد خود را محاسبه بکنه، پرونده اعمال خود را یکی یکی بررسی بکنه، پرونده فرایض واجبات، پرونده مستحبات، پرونده حقوق الناس، پرونده گناهان، پرونده گفتار، پرونده کردار، پرونده افکار، همه این پرونده ها را زیر رو بکنند. کجا نقصه، کجا عیب، تدارک بجوید، کجا خوب عمل کرده خدا را شکر بکند، مغرور نشود، نگوید هنر من بود، توفیق خدا بود، این توفیق خدا بود که خداوند متعال به من توفیق داد. تا در یک شرایطی که بسیاری از انسانها گمراهند، بازیگوشند، مغرور و سرکشند، مرتکب انواع خلافکاری ها هستند، خدا به من توفیق داد امروز را به شب رسندم بدون ارتکاب محرمات، بدون تضییع حقوق الناس، بدون اذیت و آزار رسندن به این و آن، بلکه فرایزم را به جایی آوردم، بدهکاری هایم را پرداخت کردم، هرچه حق الناس بود توانستم ادا کنم، خدا را شکر میگذاریم. و اگر اشتباه کرده، سومین وظیفه اش اینه که نفس خود را توبیخ کنه، نفس خود را سرزنش کنه. بزرگان ما بودن کسانی که یک اشتباه بزرگ کوچکی اگر در زندگی اونها اتفاق می افتاد، یک اشتباه کوچک، سالها می گذشت نفس خود را تنبیه می کردن. چگونه تنبیه می کردن؟ مثلا دلش می خواست یک غذای خوب، می گفت حرامت باشد، حرامت باشد، چون تو مرتکب خلاف شدی. سالها می گذشت از اون غذای خوب محرومش می کرد، تنبیهش می کرد. یا مثلا خواب رفت، از نماز صبح باز بند، سالها می گذشت خود را از خواب محروم می کرد، خواب بر چشم او می آمد، چرت می زد، می گفت حرامت باشد خوابیدن، تو میخواهی مرا فریب بدهی، بر من سوار شوی، بیخوابی بکش. در نتیجه اون کوتاهیت و اون راحت طلبی و عافیت طلبی هست. میگه که نگاه میکنه اگر خطایی از او سر زده، نفس خود را سرزنش میکنه، عقوبت میدهد.
خب سومین نفس، نفس اماره است، اماره بسوء، که غالبا ان النفس لاماره بسوء میگه طبیعت این نفسه، طبیعت این نفسه. مولانای رومی درباره طبیعت این نفس مطالب بسیار زیبایی داره، میگه نفس تو همچون شتر خود محور است، خود پرست و خود سوار. و نفس تو همچون شتر خود سرکش است، خود پرست و خود سوار و خود محور است. پاک شو مرد شو آور زمام او به کف، مرد شو آور زمام او به کف، تا شوی گوهر اگر باشی خزف. من چند تا جمله از بعضی بزرگان یاد داشت کرده ام. علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه میگوید انسان در دنیا دو نوع تلاش داره، یک تلاش برای غیر خودش، مال جمع میکنه، تلاش میکنه از این طرف از اون طرف، چشم از حلال نمیذاره، چشم از حرام نمیذاره، هر چه هست باید جمع بکنه، میگه من میخوام فردا فرزندان من فقیر نباشن. این زحمت کشیده، تلاش کرده، حق بندگان خدا، حق کارگر، حق مزدور، حق خدمتگزار همه ضایع کرده، حق الناس انکار کرده، حاشا کرده برای اینکه فرزندان او راحت باشن. او فردای قیامت باید جوابگو باش، باید با حساب شدید روبرو شود. و دومی نه، تلاش میکنه برای آخرتش، بیاد آخرته، میگه دنیا با هر سختی باشه میگذره، هیچ کس از گرسنگی و برهنگی نرفته از این دنیا، با از برهنگی نمرده. خداوند متعال هم دنیای او فراهم میکنه و هم آخرت او خوب میکنه. این انسان عاقله، این از قلول الباب به حساب می آید. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگوید که من اگر بدانم، ببینید انسان چقدر باید به نفس خودش بدبین باشه، مبادا به نفس خودمون خوشبین باشیم که اعجاب المرء به نفسه نباشیم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگوید من اگر بدانم یک سجودی از من به درجه قبول رسیده، هیچ غایبی نزد من محبوب تر از مرگ نیست، من بی صبرانه منتظر مرگ می باشم، چون معتقدم به خاطر همون یک سجود خدا مرا بهشتی می کنه. یک سجود، یعنی اگر انسان شب و روز عبادت کند، نباید به عبادت خیش مغرور شود. یکی از عارفین هم میگوید والله لو اعلم ان لي عملا واحدا وصل الى الله لكنت افرح بالموت من الغائب على اهله. میگه من قسم به خدا اگر بدانم یک عمل خوب مورد قبول درگاه خدا دارم، من نسبت به مرگ و فرا رسیدن مرگ خوشنودترم از آمدن یک غایب، یک کسی که سالها از خانواده اش دور بوده هنگامی که برمیگرده. پس راه نجات عزیزان چی بود؟ راه نجات از شر نفس جهاد، جهاد با نفس، همیشه با نفس خودمون جهاد داشته باشیم. الذين جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کنن. چند تا معنا داره، جهاد با شیطان، جهاد با نفس، جهاد با کفار، هر کدام از اینها میتونه در اینجا مصداقیت داشته باشد. نباید در هوا و هوسمون فرو رویم و دچار غفلت شویم. به قول سعدی علیه الرحمه جمله زیبایی داره، بر ما صدق میکنه، در حقیقت وضع حال ما را خوب بازتاب میده و منعکس میکنه.
میگه تفرج کنان در هوا و هوس. ما ای که تفرج میکنیم در هوا و هوس، هرچه هوا و هوس ما اقتضا کرد، گذاشتیم بر خاک بسیار کس، خیلی افراد را تشییع جنازه کردیم، بر مقابر خیلی افراد گذر کردیم و عبرت نگرفتیم، عبرت نگرفتیم. کسان دیگر به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند، ما هم زیر خاک می رویم و کسانی که هنوز متولد نشدند بعد از ما میان بر قبر ما عبور می کنند، می گذرند بر ما، می گذرند. دریغا که فصل جوانی برفت، به لهو و لعب زندگانی برفت. ما زندگی خود را به لهو و لعب گذراندیم، باید متوجه و متنبه باشیم. امیدوارم الله تبارک و تعالی به هممون توفیق دهد تا در مجاهده با نفس و شیطان سرکش همیشه پیروز و همیشه بیدار و همیشه آگاه باشیم.